ما وارد قرون وسطا میشیم. به این میگیم دوران قرون وسطا، که بخش بزرگی از این دوران رو بهش میگن عصر تاریکی، که از ظهور امپراتوری روم تا دوره رنسانس یه چیز حدود 1000 سال، یک دوره 10 قرن ما اینجا داریم. در این دوره شما شنیدین کلمه قرون وسطا رو بیشتر به معنی منفی به کار می‌برن، مثلا افکار قرون وسطایی داره یارو، این چه این روش‌های مجازات قرون وسطایی به کار می‌برن تو فلان کشور، شنیدین؟ به علتش اینه که در این دوره فلسفه دچار افول میشه، دچار سستی میشه، یه جورایی به خواب میره، و اون دوران درخشان فلسفه یونان خاموش میشه، چراغ فلسفه تقریبا خاموش میشه، و ما در طول 1000 سال به اون صورت دیگه شاهد ظهور فیلسوف بزرگی به اون صورت نیستیم. و اگرم فلسفه هست، عمدتا فلسفه اسکولاستیکه، یعنی فلسفه ای که در پی کشف حقیقت نیست، در پی دفاع از مسیحیته. کارش اینه که برای مسیحیت دلیل بیاره، استدلال کنه و درستی آموزه های کلیسا رو ثابت کنه. به این معنا بهش میگن دوران قرون وسطا. و چون و عصر تاریکی به این معنیه که چون جنگ های پی در پی توی کشورهای اروپایی اتفاق افتاد، کشور به این معنی اون موقع وجود نداشت، ولی تو سرزمین های ناحیه اروپا در واقع جنگ های پی در پی بود، به اصطلاح بیماری های اپیدمیک فراوان اتفاق افتاد، تغذیه بهداشت در سطح خیلی پایینی بود، و جامعه بیشتر به دو دسته فئودال ها یا زمینداران ملاکان بزرگ و صرف ها دهقانان کشاورزان رعیت ها تقسیم می شد، که خب یه عده خیلی کمی در رفاه و ناز و نعمت بودن، یه عده خیلی زیادی در فقر و فلاکت زندگی می کردن. یه دوره خوبی نبود، یه دوره هم از نظر علمی و دانشی و فرهنگی افول داشت و هم از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. البته طبیعیه، ببینید شما هر جا می‌بینید فلسفه بالا میره، جامعه هم بالا میره، یا هر جا که حالا جامعه بالا میره فلسفه هم رشد میکنه، هر جا که فلسفه میاد پایین جامعه هم اونجا اومده پایین. میدونین اصلا به یک معنا فرق کشور پیشرفته، جامعه پیشرفته با جامعه رشد نیافته در فلسفه شونه، در نحوه نگرششون به زندگی، به دنیا، به حقوق آدم هاست. یه جورایی میشه هم فرهنگ سازی. دقیقا فرهنگ، فلسفه که پایه همه چیزه و پایه فرهنگه، وقتی بالا میره یعنی فرهنگ بالا میره، اندیشه بالا میره، شعور بالا میره، انسان ها به حقوق خودشون بیدار میشن، حقوقشون مطالبه میکنن، هر کسی نمیتونه بهشون زور بگه، سطح دانش بالا میره، دانشگاه ها تحقیقاتشون رو شروع میکنن، مدارس خوب به وجود میاد، آموزش پرورش خوب به وجود میاد، اقتصاد خوب و همه چیز بالا میره دیگه، طبیعیه. و در قرون وسطا متاسفانه این اتفاق معکوس شد.